درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه پنجم مهر ماه همراه ما باشید. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم علیه بیش از 12 شرکت و کشتی که با دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا به فروش نفت و گاز ایران می‌پرداختند خبر داد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک این شرکت‌ها و نفتکش‌ها را به دلیل حمل نفت خام ایران به سوریه و آسیای شرقی و همچنین همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان تحریم کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای خبر برقراری آتش‌بس 3 هفته‌ای میان حزب الله و اسرائیل را کذب خواند و از ارتش خواست با قدرت تمام به عملیاتش ادامه دهد. فرانسه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از طرح مشترک پاریس و واشنگتن برای برقراری یک آتش‌بس 21 روزه بین حزب الله و اسرائیل خبر داد. از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق روز گذشته اعلام کرد یک هدف حیاتی در ایلات را با پهپادهایی که به سوی این بندر گسیل کرده هدف قرار داده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه موسوم به عفاف و حجاب که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود از سوی این شورا تایید شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا گفت برخی در خارج موضوع حجاب را بهانه براندازی نظام کردند. پزشکیان در آخرین روز سفر خود به نیویورک چهارشنبه شب 4 مهر ماه با گروهی از ایرانیان مقیم ایالات متحده دیدار کرد. روسیه روز پنجشنبه کیف پایتخت اوکراین را آماج حملات پهپادی قرار داد و به زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب وارد کرد. رئیس اداره نظامی کیف گفت بیش از 12 پهپاد تهاجمی ساخت ایران بر فراز شهر ظاهر شد که بیشتر آنها سرنگون شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پس از اینکه حزب سیاسی رقیب او نتوانست حمایت کافی را برای برکناری وی از قدرت و پایان دادن به دولت 9 ساله لیبرال ها به دست بیاورد، به آسانی رأی اعتماد مجدد کسب کرد. نمایندگان مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه با 211 رأی موافق در برابر 120 رأی مخالف به ترودو تلاش حزب اپوزیسیون محافظه‌کار برای اخذ رأی عدم اعتماد به دولت لیبرال او را ناکام گذاشتند.